سلام علیکم دوستان عزیز امید که همه تان جور و صحت سر سرحال باشین بازم برادرتان رومان نوری در خدمت شما است درس امروز ما بازم بخش سرور است سرور 2022 یکی از پیپرهای ای و امروز ما شما می میخواییم سرور ما که استند الان است سرور 2022 ما بخواییم میره بعد دومین کنترولر چی کنیم تبدیل کنیم حالا اگر به این قسمت بگیم سیستم انفو انتر کنیم بر ما در این قسمت نشان میده که سرور ما چی است میبینیم که سرور ما استندالون سرور است استندالون سرور فکر کنین که سرور صحیح از شما انستال کردین مگر مثل یک کامپیوتر فعلا بر ما کار میکنه کدام سرویس سدن نتورک ما دادن نمیده ما می کیچی که تا بتا سرویسس بتا یک دومین کنترولر شوه و خاطر که ما نتورک خود را می خواهیم توسط از این کنترول منیج ترابل شوتنگ و نتورک ما را یک چیز استاندارد تر ما بسازیم خب حالا خیلی میریم دومین کنترولر خودش چی است دومین کنترولر را بچا به نام دی سی ها میاد میگن میگه ا دومین کنترولر یا دی سی اگر زمانی که ما گفتیم دی سی هدف ما همو دومین کنترولر است که یادتان باشه میگه دی سی یا دومین کنترولر الاوز administrator تو manage لارج computer نتورک امی دومین کنترولر بر ما اجازه میده که البته بر ما نه دیگه بر ادمنستریتور اجازه میده که یک نتورک بسیار بزرگ چی کنه کنترل کنه کنترل کردن یک نتورک بزرگ توسط دومین کنترلر میشه ناله سرور ما که استندالون باشه اون دومین کنترولر جو نکنیم اور سرور ما نمیتونیم بگیم در این قسمت هم بر ما یک گپ را گفتم میگه when user login into their domain زمانی که یک یوزر میخوای لاغین شود یک دومین ما مثلا جوین دومین میخواه شوه یا میخواه که وارد نتورک ما شوه دی دی سی امو دومین کنترول چیک زیر یوزر نیم و پاسورد و ادر کردنشل تو ایدر الاو آر دینای اکسس فار دات یوزر زمانی که یک, یک یوزر میخواه به وارد نتورک ما شوه بخواه از استفاده کنه بخواه که از شیر فولدر استفاده کنه بخواه که از صافیر استفاده کنه از خدمات نتورک ما استفاده کنه در اون صورت زمانه که جاین میشه روشن خدا میکنه این دومین کنترولر است که چک میکنه یوزر یوزر نیم خود را وارد میکنه مثل فیسبوک برای بچه زمانی که شما چی میکنین یوزر نیم و پاسورد وارد میکنین در سرور گوگل چک میشه که آیا می نفر یوزر نیم اکاونت در سرور فیسبوک داره نداره زمانی که ما شما دومین کنترلر میسازیم دیگه این رقم ما میکنه کنترل یعنی میکنه, میکنه. خب یوزر نیم و پسورد اگر درست بود اجازه میده بعد از اینکه یوزر نیم و پسورد دیگه پای پالیسی که بالای تو اپلای شده کدام پالیسی هایی که ادمنستریتور اپلای کرده بود و چک میشه بعد از او یا تو الاو هستی یا دینای هستی اگر الاو بودی اجازه این میتر دینای بودی خدا فیس برو بخیر دیگه که ادمنستریتور تماس بگی تو اجازه نمیتر مثال یادتان هست چند وقت پیش فیسبوک هایتان بلاک میشد مثال بر چار ساعت پین ساعت در صورت و ادمنستریتور برش یک رولت کرده که در ساعت ایلاغین شدن اتانا به این قدر چی هست ای از دینای باشه در اون صورت ایره چی میگنه دومین کنترولری کار برای ما داخل نتورک خود ما انجام میده امید که دومین کنترولر چی شده باشه؟ واضح شده باشه یعنی دومین کنترولر یعنی سرور ما که یعنی قسمت هست مثلا میخوای این کامپیوتر رو منیج کنه کنترل کنه پالیسی بالایش علاوه کنه که هر کس دیگه به دل خود نباشه که یکی بیا یک سایت باز کنه دیگه دیگه وبسایت باز کنه هر سافت که هر هکر که لینک برشان باس روان که تونون لینک بیرن ویرس داخل کامپیوتر خود نستال کنن دیگه کامپیوتر رو سر به خود هر کدامش آپدیت نشه یوزر کس نتونه بدل خود یک چیز رو کنه پسورد خود یک دو سینه تمام مسئولیت و صلاحیت یوزرها رو اگه بخوایم بگیریم باز میم یا جاین دومین میسازیم خب جاین دومین زمان میسازیم که سرور ما دومین کنترولر باشه زمانی که دومین کنترولر بود نفر میگه یوزر یوزرنیم احمد پسورد محمد یک دوسه. سه درخواست از میره پیش دومین کنترولر ما یا دومین سرور ما سرور چک میکنه که آیا در دیتابیس ما به این نام کس هست اگر بود باز ایره علاو میساز اگر نبود باز دینای میشه و خاطر از است که اگر ما سرور خود دومین کنترولر نسازیم سرور دیگه مثل یک کمپیوتر بر ما کار میکن زمان شما میتنین سرورتان دومین کنترلر بسازین که دی سی و ای دی DNS باشه DC Domain Controller and DC Domain Services رو شما در این قسمت اد کوچی است اون را درباره صحبت میکنید اون وقت شما میتنید که سرورتان را یک Domain Controller است در این قسمت کنین. شما میتنید Active Directory رو امرای DNS نصب کنید اون وقت میشه سرور ما Domain Controller ساحت راحت و بسیار خوشمزه بعد از Active Directory یا AD AD خودش چی

زمانی که ایره ما شما رول اد کردیم انستال کردیم داخل سرور ما سرور ما میشه دومین کنترولر امروز فقط درس ما می است که بیم سرور خود دومین کنترولر بسازیم خب داخل دومین کنترولر البته بسیار گپا داریم داخل اکتیو دایرکتوری بسیار آبجکت ها ما داریم درباره آبجکت ها ما شما درس بسیار زیاد داریم خب در قسمت ما آبجکت داریم به نام چی به نام یوزرز تمام یوزرهای ما داخل ازی هر قدر یوزر بخوایم میتونیم داخل اکتیو دایرکتوری ما یک اویو داریم یا یک آبجکت از داخل از اون باشه ما میایم چی کرییت میکنیم یوزرهای خود کرییت میکنیم بنامه نام کامپیوتر از هر قدر کامپیوتر که میسازیم در دومین یا های ما باز در قرار میگیره بعد از او چی از کانتاکتس از گروپ از شیر فولدر از پرینتر است، ارگانیزیشن unit یا او OUI یو ما است تمام از این حال اگر من رقم تشریح کنم بشه به نظر من که شما برداشت نکنید فقط آبجکت یادتان باشه باز میره یاد و یادتان میاریم در عملی که کار نکنیم تئوری دیگه یک که مزنه هم میتسه ای است در این قصوص ما در یک آبجکت قرار میگیره ما شما میتونیم یک او جور کنیم چهار پنج ده کارمند خود داخل یک او یو پرتیم بیم باز اینمی اویا را داخل یک گروپ پرته مثلا میگم بالای کسایی که مربوط آیتی هستند در یک گروپ صلاحیت خوب تر داشته باشن نتورک یکی فایننس از فایننس صلاحیتشان فقط سافتیر های فایننس ها بتانن باز کنن باز میتونین پالیسی ها تعیین کنه خب حالا اگر ما بخوایم سرور خود دومین کنترولر یا دی سی جور کنیم کدام کانفیگریشن ها باید از ما انجام بدیم اولین کاری که می ای اس که اول می آی پی آدرس ها ساین می استاتیک آی پی آدرس ها ساین داخل سرور خود بسیار خوب ساده است کار انجام میدیم. بعد از اون میایم چی میگیم دی ما مای شما میتیم با سرور خود درست است هم ساده است آلترنت دی ان یک دی دگام اضافه میتونیم بتیم اگه ندادیم اون کدام مشکل نیست خوب است که دست دو DNS استفاده کنیم یک دینس دی خود سرور باشه شاید زیادتان تان استاد دی چیه چی است یا تشویش نکنید مثلا گیت است ما باید از گیت کنیم و بعد از او سبنت ماسک یاد اگرچه گرچه که اتومات خودش میگیره سبنت ماسک اساین کنیم و نام سرور خود چیزی که بسیار مهم است بریم یک نام ساده بتیم و لاگین از ادمنستریتور اکاونت ما باید صد ادمنستریتور لاگین باشه اگر نباشه باز برامو ما کار نمیکنه کنه پاسورد password require. یک strong پاسورد به سرور خود باید از بتیم پاسورد ما سترونگ نباشه باز دومین کنترولر جور نمیشه دگه بعد از او حتما د یک نتورک شما او را وصل کنین سرورتان یاد در یک سویچ وصل کنین میتانین وصل کنین گپ نیست و در این قسمت فایروال ما باید سینیول باشه فایروال خود درست سینیول میکنیم آپدیت باید تست کنیم گرچه که اگر آپدیت هم نکنیم کار میکنه اگر این دکه هست که باید اس آپدیت باشه آی وی خودت دسیبل کنیم. این مراحل رو باید از مدنظر بگیریم اگر میخواین دومین کنترلر جور کنیم خیلی بریم این مراحل رو ببینیم که دانه و دانه عملیش کار کنیم که شما هم خسته نشه خب دوباره میام در قسمت سرور منیجر خود بالای لوکل سرور کلیک میکنیم خب اگر در قسمت ویو بیم, بیم بیم یک کمه که زوم اوت کنیم فعلا کامپیوتر نیم ماک از در این قسمت ببینیم که وین اینتریک نام نشته است نام دروبه راست که یاد کردنش هم سخت است و فعلا ما دیگه کدام چیز کار نداریم آبدیت هم نمیخوایم کنیم میم در قسمت ایدرنت زیرو اگر در این قسمت هم کلیک کنیم می میشه اگر در رن برین ncp.cpl هم نشته کنه میایه اگر در این قسمت بیم و رایت right کلک و در این قسمت بخش اینترنت چنج ادپتر آپشن باز هم می قسمت بر ما میایه میبینین نمی میایه هزار طریقه که برای شما ساده بود شما میتونین استفاده کنین من بالا ازی کلیک میکنم میبینیم که سیمه باز شد دبل کلک بالش میکنم پروپتیس میرم این قسمت IPv6 را دسیبل کنین به خاطر که ما دومین لوکپ ای انجام میتواز IPv6 شما نه ست نکرده باشین باز دینستان ستان درست کار نمیکنه به خاطر که فعلا از IPv6 استفاده نمیکنیم بالای IP ورژن 4 ما شما دبل کلک میکنیم به این قسمت IP آدرس میده آی پی آدرس که میتیم سرور خود از سرور 2022 آی پی آدرس میتیم یعنی رنج کلاس سی 192 168 دات یک دات 22 اینی آی پی آدرس چی ما شد؟ آی پی آدرس سرور ما شد نت ماسکش یک دیفال گیتوی یا میتیم 192 168 دات یک دات یک یا دیفال گیتوی بعد از او در قسمت میم دی انس. این 192 168 دات دات خودمی سرور ما کس به خاطر گیره میخوایم دین سرور هم باشد اگر به خاطر از اون میگیم اینمی می okay. okay. آی پی آدرس دین سرور هم است و یک آلترن دین سرور هم میتیم که گوگل است 8.8.8 اوکی اوکی و کلوس در این قسمت اگر کلک کنیم و در این قسمت دیتیلز بیم بر ما مکمل نشان میتیم آی پی آدرس است سبنت ماسک هست گیتوی هست و دی از هست دو دی که داده بودیم. اگر باز خاص نه که من طریق کمان لاین میخوایم چک کنم باز در این قسمت میم آی پی کانفیگ انتر می کنیم، آی پی آدرس 22 هست سبنت ماسک هست و گیتوی هست حالا اگر بخوایم دی اینس چک کنیم سلاش میتیم آل نشته دی اینس هم برای در این قسمت نشان میده این دو دانه داریم داخل خب بود است بیسک کانفیگریشن که تا این قسمت داشتیم فعلا کدام گپ نیست مهم نیست و در این قسمت میبینیم که نام سرور خود نام هاست ما به این نام است می‌خوایم میره چی کنیم چنج کنیم دیگه در کجا کلیک کنیم این در ای قسمت کامپیوتر نیم گرچه که طریقای بسیار زیاد داره از اون طریقه ما شما میتریم یعنی مثلا در این قسمت به به دس پی سی در پروپاتیس بریم از این قسمت ها ما شما میتونیم بریم چی کنیم چنج کنیم طریقای بسیار زیاد از نظر طریقه که برای شما ساده شد بهترین من بالا از این کلیک میکنم در قسمت میایم در قسمت چی کامپیوتر نیم و در قسمت چینجز اینجا نام نتین بعض بچه ها رو میبینیم همیشه در قسمت نام میتونم اونجا کار نمیکنه این در این قسمت میبینیم نامش هست من میایم میرم میگم اس uh, وی سرور 2022 هر نامه که شما خوش دارید یا دی سی DC دی یا هر نام را که میتن مقصد یادتان نره یک نام ساده باشه بعد از اون میگیم اوکی و بازم اوکی وال یک ریستارت از ما میخواه و خاطر که اگر ریستارت نکنیم سرور نیم ما چه نمیشه یک ریستارت هم میکنیم و دوباره برمیگردیم میبینیم بچه ها ریستارت شد دوباره در قسمت میاییم این قسمت میگیم سن control all delete در این قسمت لاگین میشیم با پسوردی که داشتیم هر پسوردی که اول شما داده بودین زمان انستالیشن بله یاد این قسمت برای ما آمد سرور منیجر خودش رو تومات باز میشه زمانی که باز شد در قسمت لوکل اگر بریم در این قسمت سرور ما میبینیم نیمش چی شده چند شده کدام گپ نیست این همه قدر کار را باید از انجام بدین آه یک چیز دیگه یادتان نره دیگه این قسمت باید از یک پسورد سترانگ بدین مثلا چرا رقم پاسورد چن... چک میکنیم میگیم نت یوزر چک میکنیم کدام یوزر ماست فعلا یک یوزر داریم چی اسو ادمنستریتور است می میگم میگیم نت یوزر پسورد خوایم پاسورد ادمنستریتور چنج کنیم اینا یک پاسورد بده مثلا من میگم سی دی آی ات یک دو سه پاسورد سیکیور است یک دو سه تا هشت یا پارا نتیم که باز دومین تان دومین کنترلر نمیشه انتر میکنیم پاسورد ما چی شد چنج سیم داخل ویندوز ها میتن حالا اگر ما بیایم در قسمت داشبورد اد فیچر در این قسمت هم کلیک کنم برم و اگر قسمت منیج برم در این قسمت هم اد فیچر بگویم باز هم برم می. در این قسمت ما رول را میخواییم انستال کنم میگم چی نیکست البته در این قسمت هم این را که ما براتان تشریح کرده میرم تا حالا میگه همی میگه پیش از این که شما میخواییم که دوره را کریم. دستگاه انجام بتین یا کانفیگریشن انجام بتین باید شما وریفای کنین میگه the administrator account has a strong password باید از یک strong password داشته باشه network settings such as static IP address are configured آبدیت رن کنیم نمیگه پایی رکمه بر تان زده بمیست نیکست میگیم اول انتخاب میکنیم Rule based on future based انستالیشن بعد از اون نکست میگم بچه ها تشویش شما نکنین بگه نوساز ریمو دستاب سرویس انستالیشن این چی است این درس ها میایه حالا من نمیخواییم که شما را وارده اگر بیام یه ایره یک چند نخم معلومات بتیم خب از درس میمانیم مثل اسب باره باشه گپ را که من میزنم اونو مور یاد بگیرین این طرف و طرف اگر با سعی کردین حال نمیگم مثال یک ایوان دیگه واره بازو مزن نمیتن چیزی که من براتان میگم میره یاد بگیریم او درسایش میایه مثل بی پیر و خرابات نرین کال بگین ولی استاد اینی نگم من برویم اون تحقیق کنم که چی است گرچه که خوب است و مگم باز به رایت هم این قسمت میم سرور ما که از به نام بود نه اس سرور سرور 2022 آی پی آدرسش و Uh, می بینیم که سرور ما 2022 دیتا سنتر است میگه آیا می خواهید کدام آردسک انستال کنی اکتیب دایرکتوری تا یا داخل امی سرور میگم نه داخل همی سرور بعد از اون میگم نیکست در این قسمت میگه کدام رولت میکنی یعنی قدر رولا را داریم داخل از این رولا باز بسیار فیچر ها است من میگم اکتیف دایرکتوری اینی دو مشکس ایر انتخاب کنین این دیگار انتخاب نکنین که باز نگه این و ساز از ما کار نمیکنه Active دایرکتوری دومین Services انتخاب کنین و بعد از او چی داریم؟ بعد از او DNS و داریم اگر DNS انتخاب کنیم و نکنیم اگر نکنیم و باز هم اینستال میشه خوب است که انتخاب کنید اکتیو دایرکتوری تان بدون دی کار نمیکنه زمانی که اکتیو دایرکتوری دومین سرویس انتخاب میکنیم DNS ان اس انتخاب میشه اگر انتخاب هم نکنیم اون خودش استال میشه بعد از او میگیم نکست کدام فیچر کار داره ما فیچر فعلا کار نداریم فقط میگیم نکست باز هم میگیم نکست در باره از این اکتیو دایرکتوری دومین سرویس معلومات از شما میتونین چی کارا را کنین و بعد از اون میگیم نکست اگر شما حوصله دارین باید بخوانین بعد از اون میگیم دی بعد از اون و در قسمت کانفیگریشن این چیزها رو شما میخواین انستال کنین کت اکتیو دایرکتوری دومین سرویس اگر ریستارت نیاز داشتی باز ریستارت هم کو در قسمت ایرام تک میزنیم و بعد از چی میگیم انستال کم وقت ما را میگیره و بعد از چی میشه رول ماچ انستال میشه بله دوست عزیز در این قسمت میبینیم که فیچرای ما انستال شد یک چیزی که در قسمت آمده میخوای کلوزش کنی و در این قسمت گفته پرمود سرور تو ادومین کنترولر. فعلا هم گرچه که در این قسمت انستال شده ما این میکنم از این قسمت تو میتونیم پرمود کنیم اگر شما کدام کلوز گفتین یا اینا قطع کردین هم گپ نیست میبینیم که اکتیو دایرکتوری و دی ان اس برای ما اینستال شده مگم سرور ما الان دومین نشده اگر در قسمت لوکل سرور بریم در این قسمت میبینین اور گروپ است یعنی تا فعلا صحیح است که رول ما شما در ای قسمت این را رد کردیم مگم فعلا هم دومین کنترلر نشده سرور ما استاندالون است اگر باور ندارین در این ای قسمت میگیم می سیستم انفو یک کلیک کنیم در قسمت فعلا هم این دومین کنترولر نشده چی میگه استاندالون سرور است خب زمانی که در این قسمت میبینید ای چی که کار داره پر... پرموشن کار داره یا پروموت کار داره دا قسمت کلیک کنیم در قسمت بر ما میاد بعد از چی میکنم میگم پروموت دس سرور تو ا دومین کنترلر. بالاش کلیک میکنم در قسمت بر ما میاد فعلا ما کدوم دومین ندارم فعلا فقط می خواهم که یک فورس چی کنم ایجاد کنم یک دومین ایجاد کنم در ای قسمت میگه رو دومین نیم بگو دومین نیمت بنامه چی باشه شما هر نامه که میتونین نام خود رو بتین نام هر کسی که دوست دارین بتین ای دی آی و میگم دات چی دات کام شما میتونین که نامتان بتین مثلا رومان دات ایدیو دات ایف رومان دات لوکل رومان دات کام هر نامه که خوش داشتین همون نامه بتین خب مقصد نام قدر دور بدراز نباشه که باز همیشه برزو برتان جنجال جور کنید یک نام ساده مثلا ACDI دات شما میتونید نویری استفاده کنین خوب است بچه ها مارکیتنگ نمایه کمه کشه خب دات نمایی از دیگه میفهمین که چرا خمس میگین رومان نوری اد جیمیل دات کام اد جیميل. جیميل دات کام. کس خودش دومین است نال اینی دومین ما است اگر یک وقت باز لاگین شد و حتما باید سیره بزنه که سرور رو بشناسه بعد از اون میگیم نکست منتظر میشینیم که تا دومین نیم رو بگیره خب در این قسمت بر ما آمد فعلا ما شما فورس فنکشن لیول دومین فنکشن لیول کار نداریم در قسمت برای ما ما درباره از باس درس داریم کار میکنیم فعلا دی انتخاب است و گلوبال کاتالوگ که خود از این دومین کنترولر ما میشه است و چیزی که بسیار مهم است که حتما ده ای توجه داشته باشین تایپ دی سرویسز رستور موت یا DSRM اس آر ام پاسورد دی اس پاسورد ما هست که هست بچه هایی است که زمانی که شما میخواین امی سرور ما را دوباره دومین از بین ببرین با سو پاسورد باید از بتید این بسیار مهم است اگر حکر می سرور ما را حک میکنه صحیح است میخوایم مکمل دومین ما را از بین ببره زمانه که بیا ریموف کنم میگه بگو پاسورد تا بگو اینا لو پاسورد را که شما در دا ادمنستریتور داده بودین متوجه باشین اینجا یک پاسورد سترانگ را بتین مگم یادتان نره اگر یادتان هم رفت و شما هم ریموف کردن هم میتونه. یک پاسورد بودین من یک پاسورد میتم قسمت یک پسورد قوی باشه بعد از اون میگیم نکست ای در این قسمت درباره چی از dns اس از دی اس باید از کانفیگریشن کنیم و بعد از اون میگیم نکست و, می و در این قسمت نت بویس نیم نام خود کامپیوتر رو برای خود میگیره اما ای سی دی های دومینی که داده بوده مطمئن مطمئنا اونم رو میگیره برای خود نت بویس نیم بله نت بویس نیمش هم چی شد ای سی دی های بعد از اون میگیم نیکست. بعد از اویام قسمت دیتابیس های است میشه تمام یوزرهای ما داخل از اینمی این معلوماتشان می باشه ما ایره کدام کار نداریم میگم نکست در این قسمت میتونین بچه ایره کاپی بیرین کنترل سی در این قسمت نوت رو باز کنین ایره کاپی کنین داخل از این باشه دا, این دا یک مشکل ایجاد میشه شما باید از تمام از ایره چک کنین که ما نت بایس چی داده بودیم. فورس فانکشن ما چی بود کدام سرور بود گلوبال کاتالوگ چی رو گفته دی ان اس تمام بشه ایره بوت اس پشتان بگیره خب ما در این قسمت اگر چون که اسکریپت شام میتونه بیونی یعنی توسط اینمی تمام کارهایی که ما انجام میتیم اینه قدر کمند رن میشه اسکریپت رن شده که این استالیشن بر ما میشه بعد از اون میگیم next و آل تمام ریکویرمنت ما را چک میگنه اگر پاسورد ما پاسورد سعی نداده باشیم خصوصا دی انس نداده باشیم و ای پی آدرس نداده باشیم کدام مشکل باشه داخل سرور ما باز اینی قسمت دیگه بر ما ایرور میده اگه تیک سبز زده شد این قسمت باز کدام ارور بر ما ندادم ما شما میتونیم این سرور دومین کنترولر بسازیم بله بچه چه قسمت میبینیم تیک آبی زده شده در قسمت کدام مشکل نداره سرور ما ما میگیم انستال حدودا حدودا سه دقیقه نظر و پروسر رم تان از 5 دقیقه یا ده دقیقه را در بر میگیره تا انستالیشن از این انجام شد خب دوستا بعد از اینکه سرور ما رول ما را رول اکتیو دایرکتوری دومین سرویس ما داخل از این استال کردیم اتومات میبینید که خود ازی چی شد یک ریستارت شد بعد ریستارت میبینیم که آیا انستال شده یا نشده خب بچه بریم چک کنیم در قسمت میم و سن میکنیم آه میبینین بچه ها در این قسمت آی یعنی دومین ما در قسمت اولش آمده میگه فعلا دیگه سرور ما دومین کنترولر شده دومین شام برام آی است بعد از سلش ادمنستریتور امرای ادمنستریتور ما شما چی میشیم؟ لاغین میشه انتر میکنیم حالا ببینیم لاغین شویم سرور ما چی شده باشه؟ دومین کنترولر شده از کجا بفرمون که دومین کنترولر شده سیم دیرا را باز میکنیم و در قسمت میگم سیستم اینفو انتر میکنیم و چک میکنیم در قسمت پرایمری دومین کنترولر بچه است این سرور ما دومین کنترولر شده زمانی که دومین کنترولر میشه شما به این دی اینس از میشه شما دوباره دی که اضافه میکنه دی اینس پس کرده و دی که از سابق داشتیم او رو اضافه کنیم اگر یه باز مشکل ایجاد میکنه 22 دو. دوباره یه هم دی ما اوکی و اوکی و کلوس و ایام هم شد سرور ما به خاطر از اینکه سرور ما دومین کنترولر درست شده باشه که ما بتونیم واقعا تست کنیم در این قسمت اگر سای کنیم دومین کنترولر صحیح است که شده فعلا DNS شو بریم فعال کنیم کار میکنه NS لوکپ انتر میکنیم آیا خودشم میشناسن؟ نه خیر سرور ما چی است نامش میگن نون است و یا مای پی آدرسش ای است خیر میره جور کنیم و این قسمت هم دیدم میتونید دیگه تولسا میبینید اینجا اکتیو دایرکتوری ادمنستریتور سنتر آمده ادمنستریتیو سنتر آمده و اکتیو دایرکتوری دومین ان تراست و دیگه گپا میبینیم دی ای اینس هم در این قسمت هات شده اینه من بالا کلک میکنم اکتیو دایرکتوری برام باز میشه میبینین که همون دومینه که نوده بودیم acdi.com امون دومین آمده ده قسمت تمامش درست است خوب کار میکنه خب فعلا میریم دی ان اس شما شما فعال میکنیم که سرور ما آماده سرویس شود که بتانه هر کس ده این چی کنه جاین کنه بالای تولز کلک میکنیم ده قسمت میم چی هست؟ دی دی از دی این بالای دی کلک کرده و یا شد از دی در قسمت DNS همون سرور نام را که داده بودیم میبینیم اس سرور 2022 یا باز میکنیم در این قسمت یکی فارورد لوک زون داریم یکی ریورس لوک زون داریم فارورد لوک زون نام با آی پی و ریورس لوک زون آی پی را به نام بر ما ترنسلیت میکنه یا یک, یک نفر میخواد مثلا در حقیقت مثل از این میمونه که تو میری چی میکنی یک سر گوگل باز میگیره زمانی که گوگل باز میکنید در پشت سر گوگل چی است آی پی آدرس است دیگه میتونی توسط آ... آی پی ام گوگل باز کنی توسط نام هم گوگل باز کنی مگم راحتی است که ما توسط نام باز کنیم به خاطر از او از فاروارد که هست. نام با آی پی بر ما ترنسلیت میکنه ریورس از آی پی رو نام. خب خیمه من بایم. بالای ریورس کلیک میکنم یک قسمت میگم نیو زون البته شما تشویش زیره نکنین دی ان اس یک تاپیک بسیار بزرگ است شاید چند روز ما درس بخونیم درباره از این اگه زنده بودیم بخیر بعد از اون میگیم زنده بودیم بخیر خود افغانستان است این بچه به خاطر از این میگیم صبح که میریم طرف کار تا دیگر معلوم نیست که دوباره خانه میم نمیم میگیم نکست پرایمری زون هم میگیم نکست و دیگه قسمت ها میگیم خب دوباره نکست میکنیم ما ای پی وی فور انتخاب کرده فقط نکست 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 کنیم فعلا مهم نیست که شما یا یاد بگیرین چیست فقط رنج ای پی آدرسه که شما در خود سرور داده بودین این قسمت بخش نتورک شم میتین 192 168 یک نیاز نیست که خود ای پی آدرس هم میتین فقط نتورک ها. 192 168 یک این امین نتورک هم ما آمدیم در این قسمت در ای انترفیس هم دادیم انال نظر به شما در این قسمت به انترفیس تان چی دادین اونمون رنج انتخاب میکنیم در قسمت اگر بیم در این قسمت بیم رنج ما میبینیم 22 است اینی نتورک ما شد تزیه طرف من این دادم خب خیام شد ای خانه نتورک نکست و بازم نکست و بازم نکست خب ما ریورس کریت کردیم آله میم طرف فاروارد لکبزون بالای فاروارد لکبزون در این قسمت میبینیم یعنی در این قسمت هست میتونیم در این قسمت یک دانه کریت کنیم در این قسمت میگیم نیو هاست یک دانه ایک هست آی پی وی هست سه دانه هست آی پی وی سکس هست از بالا ازی کلک میکنیم و در قسمت میم چی میکنیم یک پوینتر کرییت میکنیم که برعکس شما اتومات کرییت شود فقط در این قسمت آی پی آدرس سرور خود را میذاریم 192 168 دات 1 دات 22 اگر کس که در دومین نیم هم لاغین شد فکر کنید یا ای پی آدرس اگر کس که تا ای پی آدرس تو نمیخواست که لاغین شد یا چک کنه این کپ انجام بده فکر باشه که دومین ما سی دات است اینی پوینتر رو شما بزنید قسمت که پوینتر کرییت شد بعد از اون میگیم ات بعد از اون اوکی دن و ان که کدام مشکل نباشه یک ریفرش ها بگیرید پوینتر در قسمت کرییت شده یک لحظه کو رو میبینیم بچا این ای قسمت میبینیم اس ار و در قسمت اگر بیم ریورس در قسمت ریورس کلیک کنیم میبینیم این پایین تر ماست اگر کس کتا تا ای پی آدرس 192.168.2 هم پین کنم میتانه کت استیدی های دات کام هم پین کنم آره میتانه یک ریفرش در این قسمت ها میگیریم انشاءالله دیگه کدام مشکل نمانده در این قسمت اگر بیاییم و حالا بریم اون کار را انجام بتیم میگیم 192.168.1.22 کی اسیر برای من یک معرفی کن اگر دینست آنجور باشه ایجا میگه که آی دات کام این در این قسمت میبینین که چی میگه؟ میگه acdi.com بسیار خوب میتونین از این قسمت دوباره هم خارج شدین سی رو دوباره بگین ns lookup اگر باورتان نمیگه چک سر سرما باور داره نام دیگه میبینین که میگه سرور ما که از دومین نیم ما است و ای پی آدرس است از این قسمت باور ندارین سرما بین یکی از کمپیوتر هایتان چی کنین آن مثلا این کامپیوتر ویندوز دارم ما چی میکنم آن میکنم سناپ شات شا گرفته بودم در جوانی ها میخوایم که سناپ شارت شرن و از این قسمت بیایم پین کنیم که واقعا کار میکنم از طریق دومین نیم از طریق آی پی آدرس هر چی میکنیم تست میکنیم خب حتما سرورتان در قسمت ستینگ میایم به خاطر که کامپیوتر و سرور ما با هم وصل شه ایرام هاستونلی میگیریم هاستونلی و اورام نتورک کنکشن شه هاستونلی میگیره میگیریم قسمت اگه ما بیایم باید هم چی باشه هاستونلی باشه ولی هاستون هاستونلی است درست از کدام گپ نداره های بیایم ویندوز دای خدا ایپی پی آدرس میده در این قسمت, من باشا باشا ها ای در این قسمت که من می کمند یک کم که یادم میره دو من دیگه رقم تنبل است اون گرافیکلی میگم راحت از برم اگر این cpa.cpl نمیجه داریم 192.168.1.dao ایپی آدرس میتون ویندوز 10 سب نت ماسکش و دیفال گیتوی ما ایپی آدرس راوتر ما یک 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 و اینجا دینس مهم است اینجا اگه دی این تان حتما بده اگه دی این اس ندادین دیگه کار نمیکنه براتون فکرتان باشه دی این اس ما چی است سرور 2022 سرور آی پی آدرس سرور در این قسمت میتون به خاطر اینکه دی این اس سرور ماست اوکی اوکی تمام و بریم یک پین کنیم خب اگه در این قسمت بیایم ما بگویم چیکو پینگ یک سه دو بیست دو میکنه هیچ کدام مشکل نداره خب حالا اگه من میگم پنگو ACDI dot com باید تسیدان پنگو اگه اگر نسه ما جور باشه بله یا جور است میبینیم هیچ کدام مشکل نداره اگه بگویم NS Low NS Low Cap هم باید از جور باشه اند این قسمت من میگه سرور ما دومین نیمش cdi.com است و آی پی آدرس هم ای است ان شاء الله هیچ کدام مشکل نداره ده دیگه در سخت ما میره میره میخوانیم که چه رقم کم میتونیم کامپیوترهای خود جاین دومین بسازیم دومین ما میفهمیم که سرور 2022 است خدا نگهدار For securing your network, join ACDI Afghanistan Cyber Defense Intelligence.